ای چه خبر؟ اسم من هست کیودی پای. رفقا یه خورده اتاق من سرد شده، تصمیم گرفتم با کاپشن میان جلو دوربین. حالا به تخمتون ممکنه باشه، ممکنه به تخمتون هم نباشه، ولی گفتم در جریان باشین، هم به خاطر شیکیش هم به خاطر سرما گفتم با کاپشن میام جلو. آره دست پشت پرده کیودی پای، دست پشت پرده کیودی پای سه. ما از بفرمایید شام چند سال پیشا گذشته بودیم. نه ولی واقعا بچه از بفرمایید شام توی ویدیوهامون گذشته بودیم، ما توی ویدیوهامون و یه بارم توی ویدیوهامون گفته بودم، دو سه سال پیش گفته بودم که از بفرمایید شام می‌خوایم بذاریم. اینقدر دست به دست کردیم آخرم دیر شد، دست پشت برای یه جوری به ما نرسید، ولی در اصل ما اون ایده رو دادیم. واقعا میخوام بگم ما ایدهشو مطرح کردیم سه سال پیش. تو یکی از ویدیوها گفتیم آره میخوایم از بفرمایید شام کم کم بذاریم، بفرمایید شام همینجوری مثل عطابکی بذاریم و بریم جلو. آره حالا اینا بماند، حالا مهم نیست زیاد، ولی گفتم که در جریان باشید. ما واقعا یه پدیده نوینیم، ایده ها رو داریم، ولی یهو میبینید انقدر کارمار سرمون میریزه، یا یادمون میره یا دیر انجامش میدیم. دیر کردیم دیگه. الان بفرمایید شام اگه ما سریعتر مثل عطابکی میذاشیم دست پشت پردهش شدیداً میخورد به ما. حالا کوسچر دیگه کیودی پای اینقدر بس حالا دیگه این اتفاق نیفتاد دیگه، ولی ما مطرحش کرده بودیم. یه سری اومدن این مطرحشو از ما برداشتن، اومدن ایده دزدی کردن. حالا الان کیودی پای دیگه دستم گرفت بره دیگه. حالا مهم نیست آقا، ما خیلی از چیزا دستای پشت پردش میرسه به ما، اینو بذار حالا یک کسای دیگه دستای پشت پردشو بردارن. بچه تو این ویدیو خواهیم بریم این نازه سرین خلا رو ببینیم، این چهار تا نازه سرین خلا. نفر اول، معرفی نفر اول رو بریم ببینیم. بچه اینم یه بار دیگه بگم، بفرمایید شام کلا 4 قسمته، هر گروهش 4 قسمته که ما 4 قسمتشو قشنگ تو همین ویدیو میذاریم، بهترین سوژه‌هاشو میذاریم. بعد الان بشینم چند ساعت فقط براتون اینا رو ببینم. جدی دارم میگم. سیقما. بریم آقا شروع کنیم. سلام آقا آرمان. خودخوان نیستم. به به. مهربونم. گذشتم زیاده. نه. تو مهمونی‌ها که میریم معرفیه. اصولا همیشه با رفیقامون یه کنج جمع میشیم و مجلس رو یه جورایی شروع میکنیم، چون من واقعا آشپزی رو خیلی علاقه دارم بهش، تقریبا هر شب هم آشپزی میکنم، هر شب. به ندرت فکر کنم کسی باشه که بتونه با من رقابت کنه تو آشپزی. حالا به قول دشتی هم میگن من مدام قربان. شرکت کننده اول ایشونه، آقا آرمان کونسفید از شهر رشت. ادعای اینو داره که توی آشپزی رو دستش نیست، مثل این که واکنش مجید، آقا مجید که تو بفرمایید شما قبلی رفتیم که فکر میکرد با پختن یه دنده آماده از فروشگاه گوردن رمزی شده. آن که میگن شما نفر... یه کبله اگه بخوام بگن اوه نه. دوم شرکت کننده دوم ایشونه، ایشون شرکت کننده بعدی این گروه. جونم آقا رضا، من آدم خونگرمی هستم، خیلی خونگرمی مهمه، سعی میکنم با مردم زود اخت بگیرم. اختم میشه تو مهمونی از کسی که بخواد خودشو بگیره زیاد طرفش نمیرم، ولی خب سعی میکنم همرنگ جماعت باشم معمولا. میزبان خوب باید مشهدی باشه. میزبان خوب باید حشری باشه. مشهدی هم مهمون نوازم، اگه میزبان مشهدی باشه تموم. هم مشهدی باشه. مشهد کیودی باشه. مشهد. خب نفر بعدی. همه چی رو قانونیشو دوست دارم، همه چی رو روال عادی باشه. ایشون هم شرکت کننده سوم این گروه هستن، سرکار خانم آذر، که همه چی رو قانونی دوست دارن، نه که بقیه غیر قانونی حال میکنن. دوست ندارم با کسی لج بکنم یا دعوا بکنم. معنی داره. خیلی زیادم اهل رقابت نیستم و مخالفم هستم با اینکه بخوام چشم و همچشمی با کسی بشه. من به آشپزی خودم 6 یا 7 میدم. 6 یا 7. دوستای من 10 میدن، از 10 میدن. هر کی فکر کنم با آذر خانم زیر 7 بده آخر شب با این پستونای گندش خفش میکنه. آخ. خوش دومن؟ شرکت کننده بعدی این گروه هستن، سرکار خانم فرزانه. حالا صحبت میکنم واسه تون، الان سرش شلوغه، پای تلفنه. فرزانه نه، همون وری درست بود. فرزانه خانم آدمی هم که صبورم، زیاد سختگیری نمی کنم، با بچه ها با هم کنار میاییم. به نظر خودم آره آدمه چی میگن؟ کنار بیا. متوسط، نمیشه گفت خیلی خوب یا خیلی بد، متوسطم تو همه چی. دوست دارم همه
خیلی صمیمانه باشیم، دوست باشیم، خاطره خوبی بمونه برامون. آره بیشتر اینجور آدم ها رو دوست دارم. همش خاطره احساس میشه. خیلی خوبی دارم از اینکه سه نفر که اصلا نمیشناسم میخوام امشب ببینم، چند ساعتی رو باهاشون باشم و همش تو این فکرم که چطوری باهاشون روبرو بشم، سر صحبت رو باز کنم و امیدوارم اونا هم همین حس رو داشته باشن و شب خوبی رو در کنار. مرسی، مرسی از معرفی، مرسی از معرفی که از خودت کردی. دیگه الان امتحان می‌کنی بری. آشپزیتون حرف نداره. آره اول اینه. بعد شما دیگه تعریف می‌کنید. آره آشپزی حرف نداره. یه سوتی هم ببند این برنامه رو بعضی با خانواده میبینن زشته نوکه مهمان مشخصه. قضای اصلیه بریم سراغ قضای اصلی ببینیم قضای اصلی آقا آرمان چی هستش و چطور تهیه میشه. آه سینی کباب اصلا خوراک خودتا خیلی عالیه. از باشگاه مهدی بستگی داره چه نوع کبابی باشه، برگ باشه، چنجه باشه، کوبیده باشه یا چه نوع کبابی باشه. ای بابا آذر خانم مثل این که زیاد خیلی حساسه. دسر چی؟ میریم سراغ دسرشون ببینیم دسرشون چی هست. تا اینجا که همه چی خیلی خوب پیش رفته واقعا. رشته خوشکار من تا حالا نخوردم. یک روزی یه رستوران گیلانی باز شده بود توی لندن که رفتیم اونجا غذا بخوریم. خب خب خب. اینم داشت که متاسفانه دیگه نرسیدیم بخوریم، یعنی غذا دیگه سرو نشد. اینا غذاهایی بودش که میخوان امشب بخورن، یه چیز خاص عجیب و غریبی نبود، چیز فانی نداشتش اینجا. تا اینجایی که من دیدم چیز همچین فانی نبود. غذاشون دیدیم الان میخوام برم خونه این یارو. نفر اول درو تق 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 میزنه. سلام. درود بر شما. آذر خانم بالا رو نگاه بکنی بعد نی. خواهش میکنم. به دیگه یارو داشت نگاه میکرد. آذر خانم گفتش با آرمان کوچولو سلام و احوال پرسی میکرد. نه خود آرمان. مثل این که داره دارک میشه. این آذر خانم نکنه از این میسترسای چیزیه. از اینه ای که پستونه گنده دارن میسترسن. یه برده میگیرن، یه برده مرد میگیرن. مثلا کف پاشو میکنن تو دهن برده مرده. یا مثلا مرده رو شلاق میزنن. نکنه از اون از آذر خانم. بیده به بیادب نشه که بوده. یه سری خوششون نمیاد از این حرف. خیلی زیاد بود. و حالا اونه دیگه هم اومدن. آشنا شدیم از این به بعد با هم رفت آمد میکنیم. والا این هوا گرمه من نفهمیدم هوا گرمه غذا نمیخورن. بعد آشنا شدیم از این به بعد حالا رفت آمد میکنیم. میگن غذا اگه نخوردیم فکر نکن بد بود. همچین چیز فان و به خصوصی نداشت شب اول. میگه این طرف میبینیم میگه با هم اینشالله با هم رفت آمد میکنیم، حالا یه سری هم غذاشون رو تا آخر نخوردن. در این سال روز شب آخر برسه ببینیم چیجوری میخواییم من هم دیگه نمره بدیم. اون وقت اگه خشتک و چون همو پاره نکردین با هم رفت آمد هم بکنین. ببینیم نمرات چی میگه. مهمانداری آقای آرمان خیلی خوب بود. بیشترین امتیاز رو نمیدونم ممکنه به رضا بده. آذر خانم کف گمون نکنم، فکر نکنم. من از 1 تا 10 شماره 7 خودش هم به خودش 7 داد. وجدان درد نگیر به خاطر این فقط یکم فاصله بین غذا و استارترش طولانی بود. اذیت شدی شما. یکمی هم گوشتش وسطش کنم. ای بابا به آقا آرمان شماره 8 رو میدم. خوبه شب اول به خاطر که طعم غذاش خیلی خوب بود. اگه 2 نمره براش کم میکنم فقط به خاطر اینه که دوست داشتم دسرش رو همراه چایی بیاره و یکی اینم که کوکوی پیش غذاش یه مقداری کوکوی مرغش صفر بود. همین ایراد دیگه نمیتونم ازش بگیرم. خیلی ممنون. من بهشون نمره 6 رو میدم. چرا اینم به خاطر خودشون خیلی آدم خیلی خیلی خوبی هستن، واقعا زحمت کشیده بودن. من غذای گیلانی تا حالا نخورده بودم، خوردم زیاد 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 خوشم نیومد. کبابش مین کورسشو ازشون یک کمی خفی نبودم. به این خاطر میخوای برگرد پولتو پس بگیر. آقا آرمان در شب اول 21 امتیاز گرفت. فردا شب ما میریم خونه رضا. آقا رضایی که 6 میده و هپی هم نبوده، ببینیم خودش چی کار میکنه. شب دوم میشه پیش همین آقای مین کورس تو هپی. تو تای بشقاب لیست زده بودی مین کورس تو هپی نبودی دیوش. پس من چه دقت کنم این آذر خانم یه جورایی دیوش بهش میخوره زن مجید باشه.
جدی دارم میگم. زن مجید توی همون بفرمایید شما قبلی رفتیم. اسم کنم زن مجیده، زن طلاق گرفته مجید. یعنی از مجید طلاق گرفته. بریم آقا شب دوم. با دیدیم. الان من دنبال پنیر موتزارلا میگردم. پنیر چی؟ اینجا یه دونه هستش، حالا یه کوچیکش بکنم. پنیر چی؟ پنیر موتزارلا میگردم. موتزارلا. موتزارلا. خب آه بدش کن بذار ببینیم چی میخواد بده به اینا کوف کنه. پیش غذاش چیه؟ ریزتو با پنیر مخصوص. غذاش ماهی سیبوس و پوره کوست شری. من برات میخونم چی شده. شما برو هر جا که آوردی منو صدا کن. ماهی سیباس با پوره سیب زمینی، گراتین و گراتین لبو و سس بور بلانش. بله بله. سس بلانش نمیدونم چیه. بقیه‌شو میدونین؟ میریم امتحان میکنیم انشالله که خوشمزه باشه. من که فقط ماهی و سیب زمینی رو متوجه شدم. امیدوارم آذر خانم آخر شب اسهال نشه. دسر. خب میریم سراغ دسر آقا رضا. ببینیم دسرش چی هست و چطور تهیه میشه. دسرش هم گویا مثل که خیلی فرنگیه. پاناکوتا چی؟ پاکوتا؟ نمیدونم چیه. همه اسمای عجیب غریب همش دیگه عزیزم. شکلات هم که خوشمزه است ولی خب من الان یه مدتی رژیم دارم. حالا امتحان میکنیم ببینیم چیه. خیلی عالی، خیلی عالی. یاد و خاطرات مجید گرامی. اگه الان بود میگفت این یه دسر خیلی ساده است که توی هر سوپرمارکتی پیدا میشه. از نظر من نمره نداره. خب اومدن تو خونش بچه همینجور این قاشقه گوجه فرنگی میرفت اون ورد. نمیدونم نمیدونی چی؟ چی؟ خالی شد روب میریخ پایین. نه آقا جم. خب اینا هم که رحم نداره که آبرو میگیرن. نه آقا هیچ کدوم این اتفاقا نیفتاده. اما قاسم این اتفاقا افتاد. اشکال نداره. یه دارن کسه شعر تعریف میکنن. آذر خانم وارد میشه دیگه. به هر حال این نه بر من سخت نیست. نیست. اوه اوه گل که بازون دیدی اینا. چه حرفیه میزنی؟ استاپی. معلومه. من 200 مهمون رو انداختم بدون اینکه خبر داشته باشم. یه دفعه اومدم. شما مگه کجا زندگی می چی شد یه بار دیگه؟ من 200 مهمون رو انداختم بدون اینکه خبر داشته باشم. یه دفعه اومدم. 200 مهمون رو انداخته بدون اینکه خودش هم خبر داشته باشه. همه مهمون رو راه انداخته. نکنه آذر خانم خونه تیمی چیزی داری؟ باید باید بگم خاله آذر؟ کی بوده؟ بی ادب نشد. میدونم معمولی کم کم دیگه وقت شوهر کردن. این چه حرفیه میزنی آخه؟ شوهر کدومه؟ البته شاید از طریق این برنامه بخت آقا رضا امام باز شد. بودن کسایی که به همین امید اومدن تو این برنامه شرکت کردن. داشی اون با اون هیکل و عضله وقت شوهر کردنشه؟ اینجوری که گفتی موضوع باش خودتو آخر شب عروس نکنه. ده میدم به خودم چون که تلاش خودم کردم. خودش ده. به آقا رضا نمره 9 میدم. نمره 7 میدم. به آقا رضا 6 میدم. 6 کمترین امتیازم فکر کنم آذر جون داده باشه. به خاطر اینکه فکر کنم به ذائقهشون این سبک غذا نساخت. فکر کنم غذای اصلیش ماهیش و نمکش کم بود و سبزیجاتش هم خوشمزه نبود که من نخوردم. نوش جانتون باشه. غذاش خوب بود، دسرش خوب بود، استارترش هم خوب بود. حالا یه اراده کوچولو، خیلی کوچولو که اگه بینش بود که دوست ندارم اصلا بگم، به خاطر همین بهش نمره 9 میدم. آفرین. اگه شاید یک مقداری چی؟ چی؟ نه روی ماهیش خوب. یه عطر و بوی بهتری میداشت. خب تو که گفتی دیفرنته که 9 بهش میدادم. شب دوم اتفاق خاصی نیفتاد. بریم شب سوم. شب سوم آذر خانومه. ببین چی میگه. اصلا علاقه ندارم باش بدی. شما که 200 نفر یو با هم شام میدادی که. دوست ندارم ولی همیشه بهترینا رو درست کردم. راست میگه. میگفت 200 نفر رو یهو ساپورت میکنم. چرا یهو شب سوم توخ کرد. بریم غذاهاش ببینیم میخواد چی بده. دسر کیک میوه با چای. میپسندم من. میپسندم. غذای اصلی کوفته تبریزی و تهچین. پیش غذا آش گوجه. والا نمیدونم آش گوجه چی؟ یعنی با گوجه فرنگیه؟ نه با خورمالوه.
حالا میدیم میخوریم ببینیم چجوری. ای بابا اینو اسمش هم به مجید میگفتی پشت خوار مادر میداد. آش گوجه پشماش میریخ. ببینیم چی الان رو خال آذر درست میکنه. موادش پخته باشه بریزی توش که زیاد دستتون درد بس زمان لازم نداشته باشه که بخواییم بفزیمش. آذر خانم 200 گرم گوش ریختی 40 کیلو داری اینا میریزی روش. چی کوفتی بودی این داشت درست میکرد؟ برای وسط کوفتم میخوام که مرغ شکم پر بذارم چون کوفت تبریزیه. اون وقت این آخرشم یه دونه تخم مرغ آب پز اینجوری. زمانی که کوفته رو باز میکنیم تخم مرغ کردی تو مرغ؟ همه میبینن که مرغ در حال تخم کردن. اصلا هنر چقدر هنرمندی تو آذر خانم. دقت کنیم تخم مرغ رو فرو میکنیم همون جایی که از اول ازش اومده. ملاتی درست میکنه آذر خانم. اینو تو استانبولی باید درست میکردی آذر خانم. به به این امکان نداره وابره. اگه وابره مطمئن باش سیمانش کم بوده. چی بودی؟ آذر خانم آذر خانم اون مرغه کلی زحمت کشید اون تخم مرغه رو پس داده بود شما دوباره گوشی سر جاش؟ دیگه خیلی گردتر از این نمیشه به خاطر اینکه مرغه من کی بودی باید؟ شکلش عوض میکنه تو نخوردی؟ قضاوت نه کسی هم شک نکنه دیگه ببین الان هیچ کی شک نمیکنه اون زیر مرغه انگار اون زیر مرغ نیست شاید از این کوفته های خاصه چون این پیرزن ها میخوام بندازمش تو قابل که آبش داره میجوشه امیدوارم خوشمزه بشه کوفته اینجوری تو الان نخورده بودم ولی من حالم نمیدونم چرا یهو بد شد یکم بهش دقت کردم میگم مثلا یکم شبیه شیت شد نه ولی میگم این پیرزنا این خانمای پیر این چیزا رو زیاد بلدن حرفه‌ای ان مثلا اینکه بریم ببینیم این الان چیکار داره میکنه چون سه رنگه میخوام ببینم که میتونم پرچم ایران درست کنم برای رنگ سبزش از اون گوجه سبز آب گوجه سبز رو برید اون پسته و این هم سبزش به به سبز. متاسفانه سبز الان دیره نمیتونم وقت ندارم اگه وقت داشتم روی قسمت سفیدش یه شیر خورشیدم درست میکردم یه جوری شبیه مجید میمونه مجید هم همین جوری بود دیگه اومد رضا شاه رو نشون داد میگفت من خیلی احترام قائلم روز رضا شاه بعد یهو دیدیم پیشبندش انگلیسه پیشبند انگلیس بسته رو خودش چرا پا؟ ولی فکر میکنم پلاستیکش کافی نبود آب رفته خیلی زیادی توش بعد پلاستیکش هم واز شده بود بگوره ولی اب نداره دکور میکنم مزهش که وا نرفته بالاخره باید خورد میکردن و میخوردن دیگه این انگار قبلا استفاده شده یه مقدارشو بزنیم اونجا که باشه خربت شه چون که الان دیگه جا نیست دیگه اینو که باید بخورید باشه آره خوبه اول میزو بخورید اینو نمیخوامش آماجون اینو چی شده باش میتونم آرمان با دو یه دستش که خیلی بدم شده وارترن آذر خانم الان شما داری دیزاین میکنی یه کوپه کوفته رو دیگه دیزاین کردن داره آخه من جای شما بودم نمیوردم سر میز احتمالا مرغه اون تو گرمش شده چوسیده خواهد چی شد چون من معذرت میخواهد طرف ایشون اگر هم نداشتین این نون سبزی هم داریم پنیرم میارم دیده بودم این صحنه رو جوابی داد ولی کلا آذر خانم نون پر سبزی بخور حال نمیکنی حالا من که ندیدم شکلش که باز این خراب شده بود زیاد خوشگل نبود قیافش مزهش اوکی مزهش هم اوکی آره مزهش خوب بودش مرغش رو امتحان کردم که توش بود خوب بود دیگه ولی خیلی اینجوری نبود که بخوری بگی واه خیلی خوبه یه جوری رفتار میکنه این پسره مثل اینکه کرما دارن مغزشو میخورن های وای مشعل المپیک رو میز چی میگه دودی داره میکنه سورپرایزه ایوا دود دودو بگیره خونه سیاه شد الان چهارشنبه سوریه سیاه هم هست خیلی خوب اما قاسم خیلی خوب اما قاسم فیلم تو خودت ناراحت نکن فلفل دلمه یا تیز صدا چه کاری آقا نکن خاموش کن اونو ای بابا این اصلا آتیش بخوا خونه آتیش بدیم جالب بود ولی فکر کنم این مدل قدیم یه لحظه اولش ترسیدم که چرا آذر خانم با دو تا آتیش داره میاد تو فیتیله داده نه؟ آتیشو داره توش هم دوده این تا پاپ نه هم نداشت من خواستن روشن داشتم با
خاموش کنن؟ چیز دکوره اون داره برشون خاموش میکنه. شما بگردی باید ما خواهیم با دست چی بود؟ باید باید زنگ زنگ قشنگ ترین سپرایز بود فال همتون گرفته شد. این فکر کنم مال چیزه جادو مادو همچین توی مایه های چیزه. فکر کردم از این خوردنی هاست فلفل دارم برداش برد دهیس خب خاموشش میکردی ایزه چی تو ظرفه بمونه چرا حالا بردی بهترین سپرایز دنیا وجود نداره فلفل دلمه در آتش منطقی من میخواستم بهشون ده بدم اگر این کوفتشون کامل میومد و شکل قشنگتری داشت مزهش بهتر بود من واقعا ده میدادم ولی فکر میکنم اگه ده بدم به بچه های دیگه اشراف میشه من بهشون نمره 7 میدم امیدوارم که بهشون کمک بکنه که بلند بشه دم اخلاقت گرم همین اتفاقی برای گروه مجید میفته و گفت 1 میدم تا براش درس عبرت بشه بعد دوباره یهو فرداش میومد یه نمره دیگه کم کنه میدید نمیشه به جاش مثلا شبش دهن طرف رو میگایید یارو مثلا انگوش میکرد چون نمیشد دیگه 1 رو کمتر کنی که فکر میکنم فرزانه خانم از همه کمتر امتیاز بده و آقا رضو از همه بیشتر من به آذر خانم امشب شماره 6 رو میدم خب خودش هم به خودش 6 داد اوکیه میگم یه ایرادایی داشتن خب توی غذا خب. و مخصوصا کوفته که باز شده بله بله اون که هیچی و انگشتر قشنگی پسته و بادومی که روی برنجشون گذاشته بودن خام بود یه منگوله هم ازش آویزون و یکم که دسرشون خیلی شد انگشتر منگوله داره نه بازرجون نمره 5 رو میدم. ای بابا یکی داره کم میشه. خاطر اینم به خاطر اینکه خودشون خیلی خانم گل خوبی هستن. واقعا هم زحمت کشیدن به خاطری که با چی سنی که داشتن خوب. اینقدر زحمت کشیدن تونستن که چاپ هم مدل غذا رو درست کنن و دیزرت و استارتر رو که دریوس بشه. چشم. اول برنامه فکر میکردم لاشی این گروه یا آرمان یا آذر خانم ولی مثل اینکه این بدنساز گیگه میخواد یه تنه بار هر دوشون رو به دوش بکشه. بریم شب آخر. شب آخر میخواد پیش غذا دولون با سالاد یونانی بده غذای اصلیش آل بلو بلو با زیتون پرورده دسر آلتی البته الان آرمان که میگه دوست ندارم ترافلش هم چی؟ خوبه چه عجب ما یه کلمه خوب حالا نمیدونم چکلت ترافل چه نوع ترافلی ولی خب ایراد یاد بگیری حتما چکلت ترافل خوبه دسرش من فکر کنم از اونای دیگه بیشتر دوست داشته باشه فکر میکنه تازه فکر میکنه شاید بیشتر دوست داشته باشه اوه اوه مای گاد وایس یه کم بزنیم دوباره عقب ببینیم چی شد اوه مای گاد ای بابا حواس آب تنی کردی قربونت برم برو استخر واو دیدی درش رو نبسته بودم اونو هل شده همه دیدم خب چطورین خوبی؟ آقا باش آه میستر سومن چطورین خوبی؟ شانس من یعنی اینجا سوراخ داره خب از اینجا میریزه گفتم اینجا مشکل داره مثلا این سوراخ درینک که میخوره میریزه پایین شما رفتی آقا آرمان شما خدا شکر بالاخره این برنامه سبب خیر شد و یه زوج دیگه هم سوراخ‌های همدیگه رو پیدا کردن این دوتا مثل اینکه گی شدن این دو نفر ببین چه عاشقانه به چونش دست زد مشغولیم دیگه پشتش آب بخوریم خیلی خوبه میدونی که وان چقدر برای قلب و اینا خوبه دیگه شراب قرمز هر شب میگن حداقل شبی یه دونه از این چیزا گلاسا بخوریم بعد جهنم میریم سکته نمی کنیم دیگه جهنم میریم این که فرمود شراب خب حالا من تا حالا اینو نشنه بودم که میگم برای سلامتی خوبه آقا از سرکه پرسیدن گفتن که ببین شرابم آب انگوره تو هم آب انگوری چرا شراب مست میکنه تو مست نمیکنی ببخشید گفت کدوم پدر سوخته یک لیوان پر از منو خورد و مست نکرد واکنش کبد و کلیه وقتی یه ناز سری مغز که تنها کتاب علمی که توی زندگیش خونده حسنی و مرغ تخم طلا بوده بعد بیاد میگه که شراب بخورید برای بدن خوبه فرزان خانم نمره 6 رو میدم من امروز از شماره 1 تا 10 به فرزان جون شماره 5 رو میدم اینم به خاطر اینکه ایشون خیلی زحمت کشیدن برای غذاشون ولی متاسفانه آل بالو پلو غذای ریسکیه هر کسی دوست نداره متاسفانه منم یکی از اون 10 نفری از اون 2 نفری بین 10 لنگ 1000 پوند بودی
میگفتیم 1000 پوند بهت میدادم خدا شاهده. آلبالو پلوش یه مقداری خیلی شیرین بود. بنال بنال. به آلبالو شبیه نبود، یعنی من فکر میکردم کشمشه شبیه... بعدش هم آلبالو نه فکر میکنم عادلانه باشه. اوکی. خب الان اینجوری شد دیگه بچه، نمرات این شد، این دیگه برنده شد. اگر آذر خانم به فرزانه خانم ده هم بده، فرزانه خانم اول بشه. نفره تقلب نکنید، نفره چهارم گفتم خودم فرزانه افتخار چهارم شدی جدی؟ یعنی آذر خانم با اون کوفتش فرزانه جون من شما چهارم میدم. فکر نمی‌کردم راست شو بخواین چهارم، خودمو برنده هم نمی‌دونستم. اگه اونجور که عمل ببینید همیشه از اول میگفتم برنده نمیشم، ولی فکر میکردم نهایت یا سوم، حداقل سوم بشم. غذاهایی که درست کرده بودم در مقابل دسر و همه چی پیش غذا خیلی ساده تر از اونایی بود که آقا رضا و آقا آرمان داشتن. ناراحت نمیشم، بالاخره نظر شخصیشون رو دادن، نمیشه کسی رو اجبار کرد که امتیاز کم و زیاد بگی چرا دادن. نفر سوم اینجاش رو بگیرم که شما نخونید دیگه کی بود. نفر سوم آذرخانم. آذرخانم کیر داره لپش به نظر من، فکر میکنم به خاطر کوفتن که وارم. من حس نمی کنم فقط به خاطر کوفته باشه. نفر دوم آقا آرمان هستن. مرسی. برنده شدم دیگه. خب قطعاً چی الان هپی خوشحالی؟ خوشحالم. آفرین آفرین، حقم بود نفر دوم بشم. به هر حال رضا هرچی باشه شفه و بهش تبریک میگم، امیدوارم که تو زندگی هم برنده باشه. مبارکتون باشه. مبارکتون باشه. خسته نباشید. آقا خوبه میدارید. تقسیم کنید. مبارک. آذر خانم دیگه تقسیم. آذر خانم رو غذا تم 22 بهمن درست کرده بودی با پرچم ایران. تخم مرغ آب پس کرده بودی تو شکم مرغ. غذات بود چوس پسر بچه دبستانی گرفته بود. انتظار داشتم مثلا اول بشی. رو چه منطقی اینو گفتی؟ ولی آقا رو منطق میخواییم بچیم، قضا همین پسره خیلی بهتر بود، اوکی بود به نظرم. نفر اول شد اوکی بود، یه خورده ناز سرین کلک بازی اون وسطش کردن که اصلش به نظرم همون بگاه رفتن قضای آذر خانم بود. این چهار قسمت در حد آقا مجید نبودن، ولی خب ما تصمیم داریم این بفرمایید شما رو چهار قسمت بذاریم دیگه، قسمت های فانشو. به هر حال امیدوارم دوست داشته باشید. لایک فراموش نشه، سابسکرایب کنید چنل یوتیوب کیودی پای رو فراموش نشه، زنگوله کنارش هم به صدا در بیارید. دیگه شما رو هم فعلا بهتون اهمیتی نمیدم چون تایم ویدیو طولانی شده. دوستتونم تا ویدیو بعدی. فعلا پیس.